قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی گیری کند. تاریخ دقیق رأی گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال، یعنی پس از 4 روز، پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته‌شان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. ماموریت یونما به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی در افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن به اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نریندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش‌ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انگام تصویب این قانون در سال 2019 به خبرگزاری رویترز گفته بود که دادن حق شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان توسط حکومت هند مملو از تبعیض است و در تضاد با مکلفیت‌های بین المللی هند قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده با دقت چگونگی تطبیق این قانون را بررسی می کند، اما او افزوده که بر اساس قانون تمامی آزادی های مذهبی و برخورد همسان از حصول بنیادی روش های دموکراسی به شمار می روند. وزارت داخله هند دوشنبه این هفته اعلام کرد که بر اساس قانون تازه برای اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته شهروندی می‌دهند. یک عضو رهبری شورای طبی ایران گفته که مهاجرت نرس‌ها به سایر کشورها به یک بحران مبدل شده و شفاخانه‌های ایران را بسیار پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی قرار داده است. با گفته ابوالقاسم طالبی، سالانه حدود 3000 نرس از ایران خارج می شوند و این مهاجرت یک فاجعه را برای نظام صحی و خدمات درمانی در آن کشور ایجاد کرده است. اداره خدمات پرستارهای ایران نیز هشدار داده که تقاعد حدود 6000 نرس در سال وضعیت را سخت‌تر ساخته، کیفیت مراقبت‌های صحی را با خطر روبرو کرده که باعث افزایش مرگ و میر بیماران شده می تواند. 4 فضانورد از 4 کشور جهان پس از یک ماموریت 6 ماهه در ایستگاه فضایی بین المللی روز سه‌شنبه با یک سفینه فضایی شرکت اسپیس اکس به زمین بازگشتند. کپسول آمده این فضانوردان صبح دیروز به خلیج مکزیکو در نزدیک ایالت فلوریدا آمریکا فرود آمد. فضانوردان شهروندان آمریکا، دنمارک، ژاپن و روسیه هستند. آنها در ماه اگست سال گذشته به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بودند و فضانوردان جایگزین آنها هفته گذشته وارد این ایستگاه فضایی شدند.